و حال برای بحث روی نگرانی های منطقه در مورد افزایش حضور داعش با محترم نعیم پویش، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای پویش سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، باز نظرتان چقدر نگرانی های کشورهای منطقه و ایالات متحده مبنی بر تهدید داعش در منطقه تا چه حد معجزه است؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، منطقه و جهان نسبت به تهدید طالب و داعش در واقع بسیار بسیار حساس شده. افغانستان در حال حاضر تبدیل شده به یک حب یا یک مأمن بسیار بسیار مناسب برای تمام گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده و غیره و ذالک، و این باعث شده که نگرانی های بسیار جدی در آسیای میانه، در روسیه و در کشورهای منطقه و حتی پاکستان شکل بگیره و امریکا هم نسبت به عملات احتمالی از خاک افغانستان که ممکن است داعش یا القاعده در روسیه هم داشته باشند شدیداً نگران است. آقای پویش، سفر آقای تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر افغانستان به خاطر نگرانی از افزایش حضور داعش به ترکیه سفر کرده، تا البته حضور داعش در افغانستان ترکیه رفته تا با مقامات ترکی در این مورد بحث کنند. ترکیه چی نقش را میتونه در مورد از این نگرانی ها ایفا کنه؟ سال بسیار مهم است. من در سال 2011 و 2013 یادم است در ناتو بودم، در بروکسل. در اون زمان ما شاهد از این بودیم که ترک ها شدیداً از سقوط حکومت اسد در سوریه و تمام گروه هایی که علیه اسد جنگ میکردن حمایت میکردن و یک از این گروه ها داعش بود. حتی بعض تردیدها وجود داشت که شاید حکومت ترکیه در کنار بعض از کشورهای حوزه خلیج فارس از داعش حمایت میکنند، اما اینا بیشتر تئوری توطئه و تردید و حدس و گمان بود. اما دو مسئله در رابطه با ترکیه بسیار بسیار جدی تثبیت شده. اولی که ترکیه همیشه در طی 10 سال گذشته به عنوان گذرگاه و محل عبور و مرور داعش در منطقه و در سطح جهان بوده، و دوم این که احتمالاً علاقات داخل دستگاه استخباراتی ترکیه و یا داخل طبقه سیاسی ترکیه از بعض از افرادگراها که داعش ممکن بخش از اونا باشه شاید حمایت بکنند. بنابراین تلاش آقای نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واقع ایست که ترک‌ها را متقاعد بکنه که سیاست جدی را در قبال مسئله داعش، در قبال عبور و مرور نیروهای داعش از خاک ترکیه و همچنان در قبال افرادگرایی در منطقه اتخاذ کنند. آقای پویش، البته وقت بسیار کم مانده، یک سوال دیگه هم دارم. ذبیح الله مجاهد در واکنش به تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهور بایدن درباره چگونگی کنترل داعش در افغانستان بار دیگر گفت که داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدهای برای کشورها نیست. اگر واقعیت آن چی است که شما گفتین و تمام تحلیلگران میگه، چرا طالبان این موضوع را رد میکنن؟ همواره رد کردن. طالبان تلاش میکنند که به نوع نشان بدن که افغانستان هم امنیت برقرار است و اونا بر اوضاع کاملا کنترل دارن، نه نیروی مقاومت وجود داره نه داعش. اما سوال اساسی پیش میاد که پس این عملات و این انفجارات و عملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره اینا رو کی انجام میده؟ اگر نه داعش است نه مقاومت، پس خود طالبان انجام میدن؟ بدون تردید یک نوع استدلال غیر منطقی است که هیچ کسی رو نمیتونه بپذیره. جناب محترم نعیم پویش، تشکر از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر.